با ابزار خیلی جذاب شیپ بیلدر آشنا بشیم که یکی از ابزارهای پرکاربرد برای کساییه که به خصوص قدرت تصور بالایی دارن و برای کسایی خوبه که میخوان طراحی لوگو و از این قبیل طراحی‌ها رو انجام بدن. به کمک این ابزار میتونیم شکل‌های مختلف رو با هم ترکیب کنیم، قسمت‌های اضافیشون رو حذف کنیم و یک سری شکل‌های جدیدی رو خلق بکنیم. نحوه کار با این ابزار به این صورته که اول شکل مورد نظرمون رو ترسیم میکنیم و بعد ابزار شیپ بیلدر رو انتخاب میکنیم و روش تغییرات رو انجام میدیم. برای مثال من یه سری شکل ها ترسیم میکنم. مثلا میخوام که چند تا مثلث بکشم. میخوام که رنگ داخلیشم از بین ببرم و اینکه یکم هم بزرگش کنم. شیفت رو نگه میدارم، یه ذره بزرگش میکنم، میرم میذارمش اینجا، چند تا هم از روش کپی میگیرم، آلت رو نگه میدارم، یه همچین حالتی و بعد مثلا یک مستطیلم میارم و پایینش میکشم. حالا کل شکلم رو انتخاب میکنم و میام از این قسمت نوار ابزارها گزینه شیپ بیلدر تول رو انتخاب میکنم. حتما باید حواسمون باشه که شکلمون رو اول سلیکت کنیم و بعد بیایم شیپ بیلدر رو انتخاب کنیم. حالا قسمت های مورد نظرمون رو که میخوایم در واقع با هم ترکیب بشه، اگر روشون نگه داریم میبینیم که یک حالت هاشور مانندی رو داره به ما نمایش میده. ما میتونیم در واقع با کلیک و درک کردن این قسمت هایی که میخوایم رو با هم دیگه ادغام بکنیم. اگر بخوایم یه سری قسمت های اضافی رو که نمیخوایم تو شکلمون از بین ببریم و حذف کنیم، کافیه که کلید Alt رو نگه داریم تا کنار نشانگرمون یه علامت منفی ظاهر بشه. حالا با کلیک و نگه داشتن میتونیم اون قسمت های اضافیمون رو حذف بکنیم. از این قسمت هم باز اگر بگیریم و نگه داریم، میتونیم این دوتا قسمت هم با هم در واقع ترکیب کنیم، یا این ستا رو مثلا میتونیم با هم ترکیب کنیم اگر امکانش وجود داشته باشه. حالا کاری که میخوایم بکنیم چیه؟ مثلا میتونیم بهشون رنگ بدیم یا به هر شکلی که خواستیم در واقع اینها رو در بیاریم. این هم احتمالا چون الان این دوتا رو با هم یکی کردیم، اگر رنگ بدیم اینا با هم رنگاشون یکی میشه. میتونستیم این دوتا رو با هم ترکیب نکنیم، یه حالت فرفره مانندی میتونستیم ایجاد کنیم و در واقع این هم که چوبش میشد. پس به این ترتیب میتونیم شکلامون رو به کمک شیپ بیلدر با هم ترکیب کنیم و یه سری شکلای جدید و جذابتری رو ایجاد بکنیم. یا مثلا میتونم به کمک کشیدن یه سری دایره و به کمک ابزار شیپ بیلدر مثلا یک ابر رو ترسیم کنم، رنگ داخلیشو از بین میبرم و دایره های کوچیک و بزرگی رو در این قسمت ترسیم میکنم به این صورت. خوبه تقریبا. و حالا کاری که میکنم اینه، کل شکلم رو انتخاب میکنم، میام از این قسمت شیپ بیلدر رو انتخاب میکنم و شروع میکنم به کلیک و درک کردن و نگه داشتن کلیکم تا این شکل همشون با هم در واقع ترکیب بشه. بعد از اینکه ترکیب شد، حالا در واقع این ابرمون رو داریم. این نقاط اضافی رو هم باز میتونیم شیپ بیلدر رو انتخاب بکنیم. البته کل شکلمون رو سلیکت میکنیم، شیپ بیلدر رو میزنیم، آلت رو نگه میداریم و این نقاط اضافی رو کم میکنیم ازش. حالا میتونم شکلم رو انتخاب بکنم و بهش رنگ بدم، هر رنگی که دوست داشتم، و یا مثلا استروکش رو ضخیم تر بکنم. هر تغییری که خواستم میتونم داخلش ایجاد بکنم. پس به این ترتیب به کمک ابزار شیپ بیلدر میتونیم یک سری شکلهای جدید یا حتی لوگوها، آیکونهای جذابی رو ایجاد بکنیم و توی طراحیامون ازشون استفاده کنیم.